ویدیو میخوام یه ترشی خیلی متفاوت و خوشمزه رو بهتون معرفی بکنم که اصلیتش مال شمال هست و مازندران و اسم ترشی ناسخاتونی معروفه. خیلی مواد خوبی توش به کار رفته و بیشتر برای کسایی که چربی خون دارن خیلی خیلی مفیده. یعنی هم طعم خیلی خوشمزه‌ای داره، همین که یه جور دارو هم حتی به حساب میاد. چیزی که ما برای این ترشی استفاده میکنیم سیر هست به صورت تازه، برگ ریحون سبز باید باشه، ریحون بنفش به هیچ وجه نباید استفاده بکنیم، فقط ریحون سبز. بادمجون که اونم حتما باید به صورت کباب شده باشه، پخته بشه، سرخ بشه، به درد نمخوره. اینا رو از اول دارم بهتون تاکید میکنم که بدون اینکه تمام طعم اصلی این ترشی به همین چیزاشه. حتما بادمجون کبابی باشه، سیر تازه باشه، ریحونتون هم سبز باشه. یه ادویه داره این ترشی، حالا دوتا، یکی نعنا خشک، یکی هم گلپر. به جز این هیچی دیگه نداره، حتی فلفل هم بهش نباید بزنی. نمک داره و در نهایت آبغوره ما بهش اضافه میکنیم. آب لیمو اضافه نمیشه، آب نارنج اضافه نمیشه، فقط آب غوره. اینا رو چندین بار تاکید میکنم که بدونیم که چی به چیه. دوباره سوال نکنین که مثلا من اینو ندارم اینو بزنم، نه. اینایی که فقط بهتون میگم باید بزنین تا اون طعم واقعیش رو در بیاره. سیر واسه چربی خون خیلی خوبه، واسه کلسترول خیلی خوبه. هیچ روغنی تو این ترشی استفاده نشده، همه چی کباب میشه. ریحون واسه پاکسازی کبد و خون خیلی خوبه. آب غوره هم که فشار میاره پایین و برای چربی خون خیلی خیلی خوبه. پس این ترشی میبینین که همه چیزش عالیه. فقط نمک داره که اونم اگه کم بزنیش مشکل نداره. اگه مشکل با نمک دارین که یا نخورین یا اصلا کم بهش بزنین، ولی باید خوش نمک باشه، یه چیز عالی. معمولا این ترشی رو با عدس پلو میخورن، ولی با بیشتر غذا هم اگه مصرفش بکنین خیلی خوشمزه میشه. حالا میگیم که درست بکنیم. اول از همه من بادمجون رو باید کباب بکنم، بعد میرسیم به بقیه چیزا. خب بادمجون رو من کبابش کردم، به این شکل در اومد. مشکل ساتوریش هم کردم، روی تخته گذاشتم، خوب با چاقو زدمش. کاملش اگه میخوام من لینکش رو میذارم، هم آخر ویدیو هستش، روش کلیک کنید میتون ببینید چطوری کباب کردم و پوستش رو کردم، همین که اون قسمت زیر تو اون کادر براتون میذارم. یه از بادمجون ما. بعد میرسیم به سبزی ترشی که ریحون هستش. ریحون سبز همونجور که قبلا گفتم به هیچ وجه هیچ سبزی دیگه نباید استفاده کنید. ریحون بنفش هم اصلا نباید استفاده بشه چون طعمش برمیگرده، فقط ریحون سبز. ریحون سبز هم که به این شکل میتونیم ببینیم، پاک کردنش هم به این شکله. سرشاخه رو میزنیم، ساقه ها رو دور میریزیم. این دوتا رو براتون پاک کردم که بدونیم، یعنی با ساقه نریزیم بعد بگیم چه اینجوری شد. اینا دور ریخته میشه، این برگاش رو فقط ما نگر میداریم. برای این مقدار که یه دونه بادمجون هست و حدود یه مشت هم سبزیش هست، یه حبه ما فقط سیر میخوایم، بیشتر نباید بندازیم. ادویه‌ای هم که لازم داریم فقط گلپر هستش. من نمیدونم تو زبونه دیگه به گلپر چی میگن، رو ممکنه سوال بکنیم. من شکل درستش هم بهتون نشون میدم که دیگه خودتون تشخیص بدین که شما به زبون خودتون به این چی میگین. بابا این میگیم گلپر، که اینو پودرش میکنیم. درسته نباید بریزیم، پودرش باید ریخت. خیلی عطر و طعم خوبی هم داره. و نعنا خشک یا پونه کوهی حتماً هم خوش شده برباشه، تازهش رو نریزیم. و میریزیم داخلش که خیلی عطر خوب پیدا میکنه. در آخر هم که آبغوره باشت بهش اضافه میشه. خب این بادمجون ما، حالا این سبزی و سیر و همه اینا رو میریزم داخلش و با این بلندرهای دستی اینو میزنم. این باید به صورت یه خمیر کامل در بیاد. بعدی ما این سبزی ها رو میگرفتم با سنگ باشم میسابیدنش روی یه تکه چوب، تخته یا یه کفه سنگی که خیلی کار سختی هم بود. زنها این کار میکردن، میذاشتم و با سنگ روش دیده بودم میچرخوندن تا این له له میشد، بعد اونو میرختن توی بادمجون. یه الان مثلا این کارها رو نمی کن، سیرم همینجوری میسابیدنش، لهش میکردم و اضافه میکردم. با اومدن مخلوط کن و اینجور چیزا یه همچه کاری ما نمی کن. خیلی کارامون ساده تر شد و سریع همه چی انجام میدیم. خب این هم آب غوره. غوره باز به زبونه دیگه، مثلا افغانی ها به گوجه سبز میگن غوره. این با اون غوره فرق میکنه. میوه نارسه
انگور هستش که به صورت سبز و آبشو میگیرن و میجوشونن، یه جلو آفتاب میزنن و این رنگش تیره میشه و خیلی هم ترش و خوشمزه است. برای چربی خون خیلی خوبه، من که چربی خون و فشار خون دارم، آبگوره که میخورم سریع اینو میاره پایین. من مارک 1.1 استفاده میکنم، حتی اینجا خارج کشورم هست. قیمتش هم اگه زده باشه 2.5 هستش. خیلی ترشه این بهتره از مارک های دیگه. خب به این شکل من اینو انداختم، اون سیرم انداختم توش، یه ذره اینم اضافه میکنم و من شروع میکنم این رو مخلوطش کردم. خیلی خوشمزه است و مطمئنم یه بار اگه درست کنی مشتری دائمش میشه. تو به عنوان جایگزین سالادتون شاید بهش اضافه بکنیم. سردی آبگوره میریزم. بادمجونش حتما حتما بعد این کباب شده باشه. سرخ نباید بکنین. پخته هم نباید بشه. تو فر هم نباید بذارین. حتما کبابی. تمام مزه این به همون بادمجون کبابی شه. اون طعم دودی که میگیره. تمیز میکنم توی کاسه میریزم، بعد میام بقیهش رو بهتون نشون میدم. ببینید به این شکل این باید در بیاد، صورت پوره مانند، ولی خیلی نباید شل باشه، آبگوره زیاد نریزیم تو این مرحله. بعدا اگه کم بود اضافه میکنیم که آبکیش نباید بکنیم، یه ذره باید صفر باشه، مثل حالت ماستی که ماست تقریبا شل باید باشه. ترش اینجوریه. حتماً هم لازم نیست از این مخلوط کنه باشه، اگه شکلهای دیگه هم داریم میتونیم تونه هم برزیم، فقط باید همه موادتون به این شکل صاف و یک دست در بیاد. بازم جونتون هم سعی کنید تا جایی که ممکنه تخم نداشته باشه. اگه تخمدار باشه بعد اینکه کبابش کردیم تخماشو خیلی راحت جدا میشه، اصلش در بیاریم و گوشتشو کامل له بکنیم. یعنی که اصلا نهی کردن هم نمیخواد، چون میخواییم با همین مخلوط کنیم یا بلنده این رو میکسش کنیم، پورش کنیم، همینجور درسته بندازیم این تو یه کارتون نباشه. نمک تو این ترشی خیلی مهمه، تو هم خوش نمک باید باشه. ولی اگه مثلا با فشار و اینجور چیزا یه ذره مشکل داریم، نمکش رو کم بزنیم یعنی که نریزیم، یا از نمک هیمالیا استفاده بکنیم. نمک هیمالیا حالت دارویی هم داره، شوری کمی هم داره و خیلی خوبه. نمیدونم تو ایران پیدا میشه یا نه، بلورای صورتی رنگ داره. این خیلی نمک خوبیه، به جای نمک معمولی اگه استفاده کنید این خیلی خوبه. نمک رو بهش زدیم، گلپر بهش اضافه میکنم. گلپرم زیاد نریزیم، برای اینکه گلپر یه خاصیتی داره، اگه زیاد اضافه بشه غذاتون رو تلخ میکنه. اینم حتما رعایتش بکنیم. این شلیش من فکر میکنم تقریبا خوب باشه. یه ذره دیگه فعال بوره بهش اضافه میکنم. بعد نعنا خشک رو بهش اضافه میکنیم. من هم از نعنا خشک اضافه استفاده میکنم، هم از پونه کوهی. پونه کوهی خیلی طعم خوبی داره، تقریبا یه جور یه طعمی بین نعنا و کاکوتیه. اونم پونه
من معمولا اینا رو توی قوطی‌های قرص‌های جوشان نگهداری می‌کنم چون اینجا رطوبت زیاده و اینا چون رطوبت گیر داره تمام ادویه‌ها و اینجور چیزاتون رو کاملا خوش نگه می‌داره. این هم اضافه کردیم. حالا دوباره آب گوره. این ترشی رو شما حدود یک هفته تا نهایت 10 روز میتونیش فقط توی یخچال نگهداری بکنید. بعد از اون دیگه این طعم و مزه خودش رو از دست میده. اینو دقت داشته باشی، از این ترشی های نیستش که بیرون نگهداری بشه، یعنی که طولانی مدت بشه اینو نگهش داشت. یک هفته نهایت 10 روز. تقریبا آماده است. باید نمکش رو من بچشم. این خوب بود دیگه. کمه خیلی خوشمزه ترشه، یه جوری طعم ریحون هم که داره و سیر هم که داره با گلپر، تمامشون چیز مزه‌دار و ادویه‌ای خوبی هست. عالی. این دیگه آماده است. اینو میتونین اختصاصی با عدس پلو، خیلی خوشمزه میشه. یه بار حتما درست کنین و ببینید چطوره. ولی با غذای دیگه هم خیلی چیز خوبی هم میتونین بخورینش. امیدوارم خوشتون بیاد استفاده ببرید. نکته هم فراموش کردم بهتون بگم، دقت کنین وقتی که اینو میخورین قاشق و قاشق چربتون رو داخلش نزنین، چون خیلی سریع این کپک میزنه. قاشق تمیز حتما استفاده بکنیم موقع خوردن، اگه که همش تموم نمیشه و میخواییم که یخشان نگه داریم اینو حتما بهش دقت داشته باشه. خب این آماده است، این که بخوریمش. این که فراموش کردم میگم اینه که این ترشی به واسه آماده شدن قابل مصرفه، ولی بهتره که یه شب تا صبح توی یخچال تو با ظرف دروسه بذارین تا مزه‌اش کاملا آزاد بشه، بعد مصرفش کنیم. اونجوری خیلی خوشمزه‌تر میشه. ولی همون لحظه هم که آماده کردین خیلی سریع میتونیم بخورینش و هیچ فرقی نمی‌کنه. یه نکته آخرین نکته بودش که یادم رفت بهتون بگم.